بانو فریبا خاتمی بازیگر در شهریور سال 1322 در زنجان متولد شد. او پس از دریافت دیپلم، بازی در تبلیغات تلویزیونی و مدلینگ برای تبلیغات کالا در نشریات و روزنامه‌ها را آغاز کرد. فریبا خاتمی نخستین بار در سال 1342 با فیلم دوستت دارم به کارگردانی دکتر اسماعیل کوشان در سینما نقش آفرینی کرد. بازی او در این فیلم مورد توجه قرار گرفت و در سال 1343 در فیلم بعدی اسماعیل کوشان با نام ابرام در پاریس در مقابل ناصر ملک مطیعی حضور پیدا کرد. او سپس در همان سال در دو فیلم با کارگردانی رضا صفایی به نامهای شکوفه های امید در کنار نادره خیرآبادی و تقی ظهوری و جهنم زیر پای من در کنار فردین و رضا فاضلی به هنرنمایی پرداخت. فریبا خاتمی در دهه 40 و 50 در بیش از 33 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد و به عنوان یکی از مهمترین بازیگران زن برای نقش‌های مکمل از طرف کارگردانانی مانند صابر رهبر، محمود کوشان، نظام فاطمی، امیر شروان، خسرو پرویزی، جمشید شیبانی، عباس شباویز و مسعود کیمیایی برای هنرنمایی انتخاب شد. فریبا خاتمی همچنین در دو فیلم بازی شانس و خطاکاران با کارگردان مصری آمریکایی فاروق اجرمه همکاری کرد و در کنار عبدالله بوتیمار و ایلوش خوشابه به عنوان نقش اول زن حضور داشت. یکی از بازی‌های بیادماندنی فریبا خاتمی در فیلم میلیونر فراری در سال 1345 به کارگردانی ناصر ملک مطیعی است که در کنار او و بیک ایمانوردی هنرنمایی کرد. از دیگر آثار فریبا خاتمی می توان به فیلم های زنی به نام شراب در کنار بهروز وثوقی، حادثه جویان در کنار منوچهر وثوق و همایون، رضا موتوری در کنار بهمن مفید و جلال پیشوایان اشاره کرد. آخرین بازی فریبا خاتمی در فیلم انتر و منتر در سال 1355 بود. او بعد از این فیلم از بازیگری کناره گرفت و از محل سکونت فعلی او اطلاعی در دست نیست.